بسم الله الرحمن الرحیم روز بسیار مبارکی برای همه عاشقان مولای ما امیر المومنین صلوات الله و سلامه و علیه هست مردم بزرگ ایران همه شیعیان جهان همه مسلمانان همه اونهایی که در قلبشان عشق مولا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست به همه تبریک میگیم روز بسیار مهمی هست برای ما بلادت اون رادمرد بزرگی که نه تا امروز تا قیامت همواره از سیرش از عملش و از کلام مبارکش مخصوصا نهج البلاغه استفاده میکنیم و بهره برداری می کنیم. او پدر ماست همونطور که پیامبر پدر ما هست که پیغمبر فرمود من و علی پدران این امت هستیم و لذا تبریک میگیم خدمت همه پدرانی که قلبشون به عشق امیرالمومنین میتپه مخصوصا این پدر بزرگواری که تو این آزاد راه فعالیت می کرده و به رحمت خدا فیوست مرحوم نقوی و همه عزیزانی که در این شرایط سخت و سال سخت این رسالت بزرگ پدری رو نسبت به فرزندان خودشون عمل کردند و عمل میکنند. خب این آزاد راه بسیار مهم برای ما بسیار خوشحالیم که در سال 94 که تصمیم گیری شد که این طرح اجرا بشه و عمل بشه و برنامه این بود که در سال 99 افتتاح بشه این کار به حول قوه الهی در طول این مدت کوتاه نسبتاً به خاطر اهمیت این پروژه بسیار مهم گفتند که این پروژه پروژه است که پنج و نیم کیلومتر فقط پل داره بر حال یک شرایط بسیار خاصی رو داره از اتوبان های مختلف از تقاطع مختلف عبور میکنه و بنابراین این اتوبان این در واقع برای مردم ایران رفاه و آسایش و سلامتی و امنیت رو میاره سلامتی به خاطر اینکه مقدار زیادی از دیوکسید کربن کم میشه امنیت به خاطر اینکه انشالله این اتوبان باعث میشه که خودروها به سلامت از این مسیر سخت عبور کنند وقت عزیز مردم کمتر مصرف بشه که گفتند حدود 90 دقیقه تا دو ساعت به تناسب در وقت مردم صرف جویی میشه و راه مهم ترانزیتی ما هست که ترانزیت شرق غرب ترانزیت غرب به جنوب رو تأمین میکنه در واقع بخشی از جاده ابریش هم هست بسیار با اهمیت و بسیار خوشحال کننده بود که امسال یعنی در سال 99 بیش از 200 کیلومتر 221 کیلومتر آزاد راه در یک سال افتتاح شده دونیم برابر نرم آزادراهی که در کشور افتتاح می شده در سال جهش تولید و این نشون میده که علا جنگ اقتصادی دشمن و تحریم و فشار و به قول خودشون فشار حد اکثری و من خوشحالم که این روزا همه ایشون دارن بگن که فشار حد اکثری نسبت به ایران شکست خورده و این به معنای صبر و مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که در این سه سال ملت ما علیوار و مردانه در برابر همه مشکلات ایستادند و تحمل کردند زندگی مولا امیرالمومنین برای همه مردم ما درس هست و الحمدلله امروز این آزاد راه بسیار مهم افتتاح شد. من چند تا نکته رو اینجا میخواستم بگم. خب ترافیک وقتی که از تهران به سمت کرج، از کرج به سمت تهران، از این منطقه به سمت غزوین یا از اون سمت، از جنوب به سمت قوم یا از طرف شرق به سمت سمنان در حال حرکته، همیشه ما با موزل ترافیک روبرو هستیم به خاطر ازدهام و تراکم خودروها و خب در این یکی دو سال قدم های بسیار مهمی برداشته شد آزادراه شمال بخشی از گشایش رو ایزاد کرد تکمیل آزادراه همت گشایش دیگر رو ایجاد کرد قبلا طرح حرم تا حرم یک گشایش دیگری رو ایجاد کرد و امروز این طرح قدیر و انشالله امیدواریم بعد طراحی بشه و عملیاتی بشه طرحی که آقای وزیر راه بیان کردن از شریف آباد به جاجرود که اون میتونه مشکل شرق و شمال رو حل بکنه و در واقع یک تنفسی برای تهران هست که ترافیک مقداری کاهش پیدا کنه ترددها آسان بشه و ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ محیزیستی بتونیم ای که این آزادراها به ما میده شامل حال مردم بشه که بسیار مهمه نکته دیگری که من اینجا میخوام تاکید کنم خب این گونه طرحهای مهم قبل از دولت تدبیر و امید دولت معمولا میساخته و شرکت های خصوصی رو شریک میکرده کرده 60 درصد 70 درصد معمولا دولت به عهده میگرفته گرفته 30 درصد به بخش خصوصی میداده الان این عملیات داره معکوس میشه یعنی دولت داره سی درصد انجام میده هفتاد درصد در اختیار بخش خصوصی قرار میده یعنی بخش غیر دولتی و این کار بسیار مهمه به همین صورت باید بریم جلو این کار بسیار ارزشمند امروز این پروژه بسیار عظیم و بزرگ سی درصد دولت سرمایه گذاری کرده هفتاد درصد قرارگاه سرمایه گذاری کرده اجرا توسط مردم بوده پیمانکارها اجرا کردن مدیریت توسط دولت و قرارگاه با هم بوده ما به طور منظم باید کارها رو به تدریج واگذار کنیم به مردم این مردم هستند که باید این کارها رو انجام بدن دولت حد اکثر باید تراحی کنه اولویت بندی ها رو مشخص بکنه تسهیلات مالی در اختیار شرکت ها قرار بده از طریق بانک ها از طریق بازار سرمایه که اشاره شد که بسیار مهمه و نظارت بکنه دولت برای اینکه عادلانه چون این طرحی که میتونه کلش از طریق مردم ساخته بشه با پول مردم خود مردم هم این پول رو پس بدن یعنی از طریق بانک حالا بانک یعنی مردم در واقع پول مردم هست یا بازار سرمایه که پول مردم هست که الان هم دولت پولی که پرداخت میکنه بابت این پروژه ها بیشتر اوراغه اوراغ یعنی پول مردم یعنی در واقع پولی که از مردم داره میگیره بهشون سود میده و بابت این پروژه ها میده بنابراین بسیار مهمه که ما کار و امور رو داریم به مردم واگذار میکنیم هم در سرمایه گذاری هم در باز پرداخت هم در عملیات من تبریک میگم به همه کارگران به همه مهندسین به همه طراحان به مدیران لایق قرارگاه خاتم الانبیا به همه مسئولین وزارت راه و شهرسازی کار بسیار بزرگ و عظیمی انجام گرفته اینکه در طول این چند سال حدود سه هزار نفر روزانه مشغول فعالیت بودند مشغول کار بودند کار بسیار ارزشمندی هست که امروز در اختیار مردم عزیز کشور ما قرار گرفته این افتخار برای دولت تدبیر و امید در این شرایط سخته رقمی که امروز مسئول وزارت راه به سراحت اعلام کرد گفت تا پایان این دولت ما هزار کیلومتر آزاد راه رو به افتتاح میرسانیم از ابتدا تا پایان یعنی در طول هشت سال هزار کیلومتر و این رقم رقم بسیار مهمی است برای اینکه مردم بدونن در زمان رژیم گذشته کل رژیم گذشته 346 کیلومتر آزاد را ساخته یعنی مردم بدونن که کلا در رژیم گذشته تا پیروزی انقلاب 346 کیلومتر آزاد راه ساخته شده و بعد از انقلاب اسلامی تا آغاز دولت یعنی تا سال 92 1710 کیلومتر آزاد راه ساخته شده در طول این سی و چار پنج سالی که گذشته 1700 کیلومتر و ما در این هشت سال با این شرایط سخت و در شرایط جنگ اقتصادی داریم هزار کیلومتر آزاد راه رو را تحویل میدیم این افتخار برای دولت برای بخش خصوصی برای مهندسین طراحان و کارگران ما هست که کار بسیار عظیم و بزرگی رو در این مدت داره انجام میگیره من همینجا باز میخوام سفارش بکنم همین که در وسط بحث هم اشاره کردم ما سه چهار پروژه بسیار مهم داریم هم در آزادراه این چنین پروژه های بسیار مهمی در دست داریم هم در راهن این چنین پروژه های بسیار بزرگی در دست داریم من از آقای مهندس اسلامی میخوام از جاهایی که قرارگاه پیمانکار هست از قرارگاه هم میخوام پروژه های عظیم و بزرگ رو ما در این دولت به سمر برسونیم و حالا اگر پروژه هم تمام نشد حد اکثر کارمون رو انجام بدیم و تحویل دولت بعد بدیم می کنم پروژه چابهار به زاهدان راهن چابهار به زاهدان از طرحهای بسیار مهم ما هست انشاءالله همه تلاشمون رو انجام بدیم که همه این پروژه یا بخش اعظم این پروژه در این دولت به افتتاح برسه الان در روز میلاد مولای ما امیر المومنین عرض کنم که دولت به زودی در منطقه شرق اعلام خواهد کرد طرح مهمی که برای آبرسانی داره ما یک بخش بزرگ آب از منطقه خلیج فارس و دریای عمان به سیرجان منتقل کردیم که خب اعلام شد افتتاح شد مرحله بعدیش تا پایان امسال ما امیدواریم تکمیل بشه و افتتاح کنیم و طراحی این چنینه برای شرق کشور که ما آبرسانی رو از طریق دریا آب دریا رو شیرین کنیم به غیر از کرمان و یزد برای اصفهان هم داریم طراحی میکنیم برای خراسان جنوبی برای خراسان رضوی و همچنین برای سیستان و بلوچستان که انشالله این ترها داره نهایی میشه ما جلسات مهمش رو در همین هفته و هفته های قبل گذاشتیم طرح کلی رو ما نهایی کردیم انشالله این کار بزرگ انجام میگیره شرق کشور ما حیات جدید پیدا میکنه کما اینکه در این دولت غرب کشور ما حیات جدید پیدا کرده با صدهای فراوان و کنالکشی های عظیمی که در منطقه غرب کشور انجام گرفته بنابراین یکی از افتخارات این دولت آب خواهد بود یکی از افتخارات این دولت راه خواهد بود آب و راه و بقیه پروژه ها به عنوان افتخارات مهم دولت که انشاءالله ما تا پایان دولت تا روز آخر ترها رو ادامه میدیم و انشاءالله امیدواریم در یک شرایط مناسب تری از آنچه که ما دولت رو تحویل گرفتیم تحویل دولت بعد بدیم و مردم عزیز ما بتونن همواره به آینده ایران سربلندی ایران امیدوار باشند که حتما چنین خواهد بود روز مولای ما امیر المومنین صلوات الله و سلام و علیه و روز این همه ترها و تلاش های مدیران و فعالان و مهندسین و کارگران رو به ملت بزرگ ایران تبریک میگم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات